بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند و خداوند رو شاکرم که همچنان این فرصت در اختیار هست که در خدمت دوستان باشیم و با همدیگه کتاب ارزشمند به اصطلاح مثنوی معنوی رو ورق میزنیم و داستانهای بسیار شیرین و زیبای مثنوی رو با هم دیگه مرور میکنیم و امیدوار هستیم که در این مسیر در واقع اون پیامی که پیام عشق، پیام اخلاق، پیام انسانیت، پیام محبت و دوستی هستش رو همه ما با گوش جانمون از مولانا دریافت کنیم و در مسیر یک زندگی بهتر گام برداریم. من جلسه گذشته این با از طریق اسکرین وارد بشم که وارد این قسمت بشم. در جلسه گذشته خاطرتون باشه یکی دو تا داستان رو دو سه تا داستان رو در واقع بررسی کردیم. اون فردی که مادر خودش رو کشته بود نمیدونم و چند تا داستان رو دیگه که هر کدوم در جایگاه خودش فوق‌العاده زیبا و جذاب بود و پیام خودش رو رسوند. امروز چند تا نکته خیلی جالب است. من حالا اینو تو پرانتز خدمتون بگم. قرار هستش که چند وقت دیگه ببخشید جناب استاد صدای میکروفونتون اکو پیدا میکنه. اکو زیاد داره؟ بله. بله. من الان درست. مثلا سیاره. متشکرم. حالا بهتر شد یا نه؟ یکم بهتر شد؟ آقای گرکانی بهتر شد حالا؟ داشتم عرض میکردم که yes. چی داشتم بگفتم یادم آره نه نه راجعه ها اینو مخواستم بگم چون به این داستان امروز اون بر میگرد یه چیزی خطر آمد براش من چند وقت آینده یه سخنرانی راجع به مورچه داشته باشم. مورچه. آره مورچگان. چون تو بخش سخنرانی های علمی من هستش. نه تو بخش فرهنگی. و این مورچگان ظاهرا موجود خیلی ریزی هستن. دیگه شما دیدید. بله تو همین امیزی. و یه جای دیگه هم ریز بود. اینا موجودات بسیار ریزی هستن. اما بسیار سیگنیفیکانت هستن. حضور و وجودشون در این جهان هستی علارغم این که موجوداتی اصلا فوق العاده ریز که زیر پای شما هزار تاشون له میشن در جمع رو هم دیگه هزار تا ده هزار تاشون زیر یه پای شما ممکن له بشن اما نقشی که ایفا میکنن و ویژگی هایی که به لحاظ فردی دارند اصلا amazing شما باورتون نمیشه که اینا چقدر قابلیت ها دارن. یعنی چی؟ یعنی پیامش اینه شما به ظاهر یک موجود نمیتونی نگاه کنی و روش قضاوت کنی، باید ببینی که نقشی که این موجود ایفا میکنه، قابلیت هایی که داره چیه و اون خلاقیتی که پشت این خلقت وجود دارد، یعنی اون کسی، اون نیروی، اون به سال قابلیتی که یه همچین موجودی رو با این ریزی و با این قابلیت های فوق‌العاده میسازد چقدر اهمیت داره. گوش میدید؟ حالا اینا گفتم که این قصه رو شروع. عنوان قصه اینه: عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد. عنوانش رو دقت میکنید چقدر قشنگه؟ یه بار دیگه بخونم دقت کنید. نه اینا این نیست؟ اوه اوه چیزه اوکی دمولن درست شد؟ آره اوکی میگه همین میبینید دیگر یه عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد. یعنی چی؟ یعنی بلقیس به چهره ضعیف و کوچولوی هدهد، همین پرنده کوچولویی به اسم شونه به سر دیگه، نگاه کرده
اما اون چه که دیده کوچکی و ریزی و حقیر بودن این پرنده نیست. چی رو دیده؟ عظمت سلیمانی رو دیده که این پرنده کوچک رو چگاه کرده واسش بذاره. نداری؟ حالا مولانا چی میگه؟ رحمت ستو بران بلقیس با که خدایش عقل صدمرده بداد. هدهدی نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفی با بیان. خواند او آن نکته های با شمول با حقارت ننگرید اندر رسول. دقت کردید؟ یه هدهد یه نامه آورد از طرف کی؟ از طرف سلیمان. برای کی؟ برای بلقیس. بلقیس کی بود؟ بلقیس خودش پادشاه سرزمین های وسیعی در یمن بود، یک ملکه، هزاران هزار مثلا ارتش و سپاهی داره، سرزمین بسیار بزرگی داره، قدرت داره، ثروت داره، همه چی داره. یه پرنده کوچولو بسش مثلا یه دونه نامه آورده، نگفت که ای بابا این پرنده کیه، این دیگه چیه، برو با پیکارت بندازش دور مثلا یا توجه بهش نکنی. درک کرد که این پرنده از سوی یک قدرت مافوقی اومده به اسم سلیمان و سلیمان قدرتمنده و این پرنده قابلیتی دارد که سلیمان به او اعتماد میکند و پیغام خود را به او میدهد که بیاورد. هدهد بلقیس این فکر رو میکنه و همین دلیل مولانا میگه مرحبا بر این زن که عقل 100 تا مرد رو داشت. دقت کنید واقعیت. ببینید خیلی نکته جالبی ها، مولانا میگه آفرین بر این زنی که عقل 100 تا مرد رو داشت، اینقدر بینشش قوی بود. خب سلیمان پادشاه به صلاح توی فلسطین بود و پیامبر بود و پادشاه، سلیمان پادشاه جهان بود به نوعی و بلقیس مثلا اون سرزمین یمن رو داشت و سلیمان براش نامه می‌نویسه. اصلا تو قرآن دیگه داستان سوره نمل اگر خونده باشید، سوره نمل این داستان رو داره، مورچه است. آفرین. اصلا بحث ما همه رو مورچه و سلیمان، خاطر این من این مطلب رو بحث کردم خدمت. و این داستان از این قرار بود که سلیمان وقتی که به پیامبری میرسه و حکومتش خیلی گسترش پیدا میکنه و قدرتمند میشه، برمیگرده برای میشنده که یک هدهد میاد بهش خبر میده، میگه من در یه سرزمینی بودم و اونجا یه زنی رو دیدم که پادشاهه، اما اینا دارن بت میپرستن. سلیمان میگه که خیلی خوب، یه نامه مینویسه که تو قرآن هست، میگه و نامه سلیمان این بود که سوره نمل که دو تا بسم الله داره، یه بسم الله آواز سوره است، یه بسم الله تو داخل متن، که میگه نامه ای نوشت به این مضمون که بسم الله الرحمن الرحیم، من سلیمان مثلا پیامبر خداوند هستم و تو به صلاح بلقیس ملکه سبا رو دعوت میکنم که به سوی ما بیایی و ایمان بیاری به اون مثلا چین و چنان. این متنش اینه که بعد وقتی که سلیمان این نامه رو مطرح میکنه با یاران خودش و میگه که یه همچین نامه به دست من رسیده، همین هدهد این نامه رو آورده بودیه، اونا میگن که ما لزومی نداره که بخوایم مثلا از سلیمان تبعیت کنیم، اگر تو به ما دستور بدی ما میریم باش میجنیم و نابودش میکنیم، مثلا روی غرور و تکبری که داشته. این بلقیس میگه نه، این آدمی که این نامه رو نوشته معلومه به یه جاهایی بنده و صلاح نیست که ما با او وارد جنگ بشیم و بهتره که از در سرخ در میاد و اصلا اول از همه اصلا ببینیم چی میگه. این نامه رو نوشته، یک به اصطلاح پیغام میبریم براش، مثلا یک گروهی رو میفرستیم خدمت ایشون ببینیم حرفش چیه، چی میخواد به ما بگه و هدایایی هم براش میفرستیم. اون وقت مثلا تصمیم میگیریم جنگ کنیم یا مثلا بپذیریم حالا دعوت ایشون. که اون وقت میگه که اینا یک هیئتی حرکت میکنن میرن به سمت سلیمان و 40 تا مثلا قطار شتر طلا و جواهر و این صحبت ها همراه خودشون میبرن هدیه برای سلیمان. سلیمان یه نگاهی به این مثلا جواهرات که میکنه
مولانا این شعر رو میگه که از شما کی کدیه زر میکنید، ما شما را کیمیاگر میکنیم. توجه کنید چه شد؟ کدیه کردن یعنی گدایی کردن، درخواست کردن. میگه من از شما نخواستم واسه من طلا و جواهر بیارید، من نیازی به این حرفا ندارم. بعد نمیگه من بهتون تازه مثلا طلا و جواهر میدم، میگه ما شما را کیمیاگر میکنیم، ما شما را یک کار میکنیم خودتون طلاساز بشید. تازه یعنی انقدر سطح بالاست. و بعد اونا با شرمندگی اون قطار مثلا این ثروت ها رو بر میگردونن و میگن آقا ما شرمنده شدیم رفت اونجا. اصلا سلیمان یه تشکیلاتیه که این یک مثلا 40 تا بار شطور طلا و جواهر براش اصلا مثل ریگ بیابون بود. و وقت دیگه من بلقیس میگه پس من تشخیصم درست، که بعد میاد و اون داستان تخت بلقیس رو دیگه وارد اون مقوله نمیخوش. خب حالا با این پیش زمینه ذهنی داستان رو ببین چه قشنگه. دیگه چشم هدهد دید و جان عنقاش دید، حس چو کف دید و دلش دریاش دید. کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. خاک زن در دیده حسبین خیش، دیده حس دشمن عقل است و چیش. دیده حس را خدا اعماش خواند، اعما یعنی کور، یادتون باشه اعما یعنی کور. یه دیده حس را خدا اعماش خان، بت پرستش گفت و ضد ماش خان. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. میبینید چقدر قشنگه؟ یه این چشم بلقیس هدهد دید، چشم سرش هدهد دید، ولی چشم دلش او را یک عنقا دید، سیمرغ دید. اون هدهد فهمید که از کجا داره میاد، چه عظمتی در وجودش هست. بله انقای نیست. پس میگه به همین دلیلم کافران وقتی که پیامبر رو نگاه میکردن و یه آدم عادی بود، یه آدمی بود یه قدی وزنی نمیدونم فلانی داشت، اما روح پیامبر رو درک نمیکردن. انشق القمر رو، انشق القمر یعنی حالا اون حدیثی که خدا پیامبر فرمود و ماه بدونیم شد. حالا این تفسیرهای متعددی داره که یعنی چی واقعا ماه دونیم بشه یا نه، مثلا یه مفاهیم عرفانی پشت سرش هست. ولی به هر حال اونها روح عظیم پیامبر رو چی درک نمی کردن، ظاهرش رو می دیدن. خب بعد میگه خاک زن در دیده حس بین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. اینو دیگه روشنه، دیده حس را خدا اعماش خان، بت پرستش گفت و ضد ماش خان. چون که او زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. او کف دید و دریا را ندید یعنی چی؟ چون ببینید امواج دریا وقتی که میزنه روی دریا کف رو وجود میاد، روی سطح آب دریا، میگه اینا کف رو میبینن اما عمق دریا رو درک نمیکنن که چیه، ظاهر رو میبینن. این همه این حرف مالی نشه که مردم حواستون جمع باشه، به ظاهر مورچه، راجع به مورچه قضاوت نکنید، آفرین، به ظاهر آدما، به راجع به شخصیتشون، مقامشون، درکشون، شعورشون، عرفانشون قضاوت نکنید، هیچ چیز رو بر اساس ظاهر قضاوت نکنید. خب حالا این بریم ادامهش. ما خب حالا اینجا تازه با این مقدمه مورچه و هدهد و بلقیس و سلیمان و این حرفا، تازه اصل ماجرا اینجا شروع میشه. یعنی مولانا همه این مقدمات رو گفته، چایچی هم یه مداری بحث داده و صحبت کرده، تازه اصل ماجرا اینجا شروع میشه. داست چی کم رنگه؟ خب نه اگه میخواید یه چراغ اینجا هست، این چراغ هایی خاموش کنید مسئله بهتر میشه. حالا خوب شد؟ حالا دیگه زومی ها تفلک ها من نمیبینه، شما من در تاریکی بیم، ولی اشکاله. خب حالا دقت بفرمایید،
داستان باز ایتون باشه، جلسه گذشته راجع به باز صحبت کردیم، بازی که بر روی دست پادشاه می نشیند، مقام بسیار بالایی دارد، پرنده شکاری دیگه، شاهین، شاهین یا باز، بازش ببخشید نه عقاب بزرگه، شاهین بین قرقرقی، ما یه قرقی داریم، سه تا پرنده شکاری، یکیش اسمش قرقی، قد یه کبوتر خیلی تیز و بزه، اون مثلا این پرنده های کوچک رو شکار، بعضا کبوتر رو هم، ولی بیشتر مثلا قناری و حیوانات کوچک، گنجش کنه، اون قرقی بهش میگن. یک کلاس از اون بالاتر بازه، که باز پرنده های بزرگتر، همون کبوتر و مرغابی و چی و چی و فلان، اونا رو میگیره. یه عقاب داریم که عقاب دیگه خیلی بزرگه، عقاب حتی بچه مثلا گوسفند هم میگیره میبره، یا مثلا حتی آدم رو هم بعضا جستش کوچیک باشه میتونه بگیره، و خیلی حیوان فوق العاده نیرومندی. یکی هم بزرگتر از اون که میگن کندور، که دیگه حالا اون بحث دیگه. حالا گفتم باز روی دست پادشاه جاش بوده، و نماد باز در دیدگاه مولانا انسانه، انسانی که بر روی دست خداوند می نشیند، یعنی اینقدر ارزشمنده. به خاطر چی؟ برای که خداوند فرمود که من انسان را آفریدم و از روح خود در او دمیدم و کرمنا بنی آدم، من به انسان کرامت دادم. بنابراین خیلی خیلی از دیدگاه خداوند انسان موجودی بسیار پرارزش. خب حالا اینو داشته باشید، میگه باز در ویرانه بر جغدان فتاد، راه را گم کرد و در ویران فتاد، او همه نور است از نور رضا، لیک کورش کرد سرهنگ قضا، خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد، بر سری جغدانش بر سر می زدند، پر و بال نازنینش می کردند، یا می زنند یا می کردند. خب چی شد؟ این بازی که محبوب پادشاه است، اون دفعه یادتون باشه اومد رفت تو خونه پیرزن گیر افتاد، و اون پیرزن بالشو برید، نوکشو برید، چنگالاشو برید، اثر ظاهرا محبت دوستش داشت، مقام گفت چه چشش نمی پیر بود دیگه بنده خدا، گفت تو یه مرغ خانگی هستی، چرا مثلا چنگالات بزرگ شده، گفت تو مرغ ها چرا نوکت اینقدر بزرگ شده، چرا نسی فکر میکرد داره بهش محبت میکنه، نوکشو برید فرد. که بعد این زاغ افتاد به گریه زاری و پادشاه آمد بالاخره پیداش کرد. حالا این نه الزام همون زاغ، ولی به طور کلی باز میگم، زاغ باز. این باز یه بار دیگه حالا اتفاق اومده توی ویران. ویرانه کجاست؟ ویرانه جای جغداست. بدونید دیگه جغ در ویرانه ها زندگی. چرا تو ویرانه زندگی میکنه جغ؟ ای گفتی؟ چیه؟ نه نه نه. آفرین. چون موش، موش، خرگوش های کوچیک، نمیدونم فسحل آزا، موش کور فلا، اینا تو ویرانه ها زندگی میکنن. این اونجا زندگی میکنه برای خوراکشون هست، و میدونید که وقتی هم جغ اینا رو میگیره، اینا پشم و پلی دارن دیگه، این حیوانات جوندگان به طور کلی دیگه پوست دارن، پشم دارن، اینا که میخوره هضم میکنه، بعد یه چیزی رو بیرون میندازه از بدنش، اسمم داره، اون پوست و پشم و اینا میاد بیرون. خیلی جالبه، یعنی سیستم هاضمه جغ به گونه ایست که این مواد ترشحی که میکنه پوست و پوست و استخوان اون موجود، چون موجود درسته میخوره، نمیجوه که پرنده است دیگه، درسته خوردش میده، و اونجا هضم میشه، اون پوست و پشم و اینا به صورت یه گلوله بیرون میده زدش بعد از این. خیلی جالب جوخ میتونی. حالا اونجا که باز اومد رفت افتاد توی ویرانه، بازی که از تو کاخ سلطنتی جاشه تو اتاق مخصوص پادشاه روی درس پادشاه، از اونجا اومده رفته توی ویران، بعد چه اتفاقی افتاده؟ این جغدا ریختن سرش، یا آخ 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 این اومده خونه ما رو بگیره، اون باز از تو قصر اومده، اینا ریختن سرش، کدکش میزنن، میگن که این اومده خونه ما رو بگیره، تو سرش نوک میزنن، پنجه به روش میکشن و یعنی. بله ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما،
چون سگان کور پرخشم و مهیب اندر افتادن در دلق غریب. مثل سگ وحشی شده بودن، حمله میکردن و اینو میزدن که تو به این خونه ما رو میخوای از ما بگیری، پاشو برو. این حالا بیچاره میگه بابا من نه، آقا من اینجا جای من اینجا نیست، من تو کاخ سلطنتی زندگی میکنم، حالا گیرامو گم کردم دیگه. اونجا گفتش که چشمشو قضای روزگار چشمشو بست، یعنی چیکار کرد؟ نتونست مسیرش رو تشخیص بده. یعنی مولانا به نوعی به بعضا جبر هم معتقده ما زندگیمون مبتنی هم بر جبر عاشقانه و هم اختیار اخلاقی. ما هم به لحاظ اخلاقی اختیار داریم، اینکه گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ایزن اینکه یک کاری میکنی بعد پشیمون میشی، شرمنده میشی از کاری که انجام دادی، چرا این حرف زدم، چرا اون کاری کردم، چرا این برخورده کردم، این نشون میده که پس تو اختیار داری، میتونستی نکنی، به هم دلیل هم الان پشیمون میشی. این اختیارته. جابت هم اینه که یه وقتا هم بالاخره حواست نیست، حواست پرت میشه، مثل همون آقایی که کرده که از صبح تا غروب پشت سر شطور راه میرفت و گفت این مفلسه، این بدبختی، اون مفلسی که روی شطور بود. آخر شب گفتش که حالا پول کای این شطور ما رو بده. گفت مرد سر تو از صبح تا حالا خودت داری داد میزنی که این مفلس بدبخت پول نداره، حالا به من میگی پول فلان بده. یعنی چی؟ یعنی طمع چشمش چیکار کرده بود؟ بسته بود چشم کردو. پس اینم هست. حالا بازگوید یعنی باز میگه، بازگوید من چه در خوردم به جغ، سگ چنین ویران رها کردم به جغ، من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم، خویشتن مکشید ای جغدان که من نی مقیمم، میروم سوی وطن. توجه کردی؟ این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه با به سلام بازجاست. ببینید دوخته برگشته به اینا میگه که آقا جان اینجا جایی من نیست که من، بابا این بار شما خرابتون هی دارید من کتک میزنید که چرا باید تو این خرابه، این خراب کجاست؟ این خراب همین دنیاست. بدونید نماد این خرابه همین دنیاست که انسانهای الهی، انسانهای عارف مسلک، انسانهایی که وجودشون از لطف الهی پوشه، به این دنیا توجهی ندارن. میشن مثل حضرت علی، حضرت علی که پادشاه بود دیگه، تعارف نداریم که سرزمین های وسیع اسلامی بود، وقتی که ضربه خورد چی گفت؟ نگفت ای وای شطورم چی میشه، ای وای سلطنتم چی میشه، ای وای سرزمینم چی میشه. گفت فست و برب بل کرد، به خدای کعبه که رستگار شدم، رها شدم از این دنیای پست و دون شما. من وابستگی به این دنیا نداره یادم درجه کردی؟ حالا این جغدم داره همین رو میگه، میگه آقا این خرابه از روی خودتون، جای من یه جای دیگه است، من میرم، من برمیگردم میرم علی پادشاه خودم. من که جغد گفتم بله بله چرا؟ حالا اینو بحث میکنیم ان شاء الله. دیگه جغد گفتا باز حیلت میکنن حالا جغدا بین هم دیگه، جغد گفتا باز حیلت میکند، تازه خانمان شما را برکند، خانه های ما بگیرد این به مک، برکند ما را به سالوسی ز وک، می نماید سیری این حیلت پرست، ولی از جمله حریصان بدتر است. به دقیقا این حرفای ماها تو محاورات خودم، آقا داره فیلم بازی میکنه، این چی داره الکی میخواد بگه ما هم خیلی مثلا چشم دلمون سیر، اینجوری داره فیلم واسه ما بازی میکنه، کلک تو کارشه، این ترتیب ما رو میخواد بده، این میخواد زیرا به ما رو بزنه، از همه گناتر این لاف از شه میزنن و از دست شاه، تا برد او ما سلیمان را زرا، چه خود چه جنس شاه باشد مرغکی، مشنوش گر عقل داری اندکی، آنچه میگوید ز مکر و فعل و فن، هست سلطان با حشم جویای من، اینت مالی خولیای ناقص، این لاف خام و دام بود، هر که این باور کند از ابلهی است، ما
مرک لاغر چه در خورد شهیست، کمترین جغ ارزند بر مغز او، مروه را یاریگری از شاه کو. ببینید خیلی ظاهرا واقع بینانه دارن صحبت میکنن، هم با هم دیگه میگن بابا این داره علکی فیلم بازی میکنه، لاف میزنه، میگه پادشاه دنبال منه، نمیدونم فلان بیساره. اصلا یه مرغ کوچولوی پادشاه چه ربطی با این مرغ کوچولو داره که دنبال این مرغ کوچیک باشه؟ ببین همش داره ظاهره باز رو نگاه میکنن، مبتنی بر ظاهر باز دارن قضاوت میکنن، نمیدونن که این باز چه قابلیت هایی داره که پادشاه این رو دست خودش دیگه با دست خودش بهش قضا میده. هیچ کس به اندازه این زن پادشاه هم به پادشاه نزدیک نیست که هر لحظه این نشسته این رو دستش نشسته باشه. تمشه که اینقدر یعنی مهمه این قضیه. حالا بله اون انسان هایی که خدای نکرده در وجه پایین خودشون قرار بگیرن، باز که هیچی، از یه دونه بنظرت بخوام یه سگ وحشی هارم بدتر میشن، اون حالا بحث دیگه است. این راجع به پتانسیل انسان داره صحبت. خب اینا رو میگن و دارن اینو تحقیق میکنن. گفت باز ار یک پر من بشکند، بیخ جغدستان شهنشه برکند. تحلیلشون دقت کنید، اونا گفتن میزنیمش دیگه، گفتن ما میزنیمش، کسی هم نیست که بدادش برس. گفت باز ار یک پر من بشکند، بیخ جغدستان شهنشه برکند. جغ چه بر خود اگر بازی برای دل برنجاند، کند با من جفا شه، کند توده به هر شیب و فرا، صد هزاران خرمن از سرهای باز، پاسبان من عنایت های اوست، یا پاسبان من عنایات وی است، هر کجا که من روم شه در پی است. باز داره بهشون چی میگه؟ میگه ببین شما که جغدی، اگر منو حرامو بشکنید، اذیتم بکنید، پادشاه جغدستان رو به کل از بین میبره، پادشاه قدر قدرت. حالا تازه جغد هیچ، اگه یه باز دیگه هم باز به من بخواد تجاوز بکنه و بدی بکنه و فلان کنه، پادشاه که عنایات او پشت سر من هست، کی؟ اون بازی که پادشاه نسبت بهش چی داره؟ عنایت داره. او سرهای از بازها خواهد برید و تنبیهشون خواهد کرد. بعد میگه در دل سلطان خیال من مقیم، بی خیال من دل سلطان سقیم، چون به پراند مرا شه در روش، میپرم بر اوج دل چون پرتوش، همچون ماه و آفتابی میپرم، پرده های آسمان ها میدرم، روشنی عقل ها از فطرتم، انفطار آسمان از فطرتم، بازم و در من شود حیران هما، جغد که بود تا بداند سر ما. میبینید چقدر قشنگ؟ این راجب اولیای الهی است. اون بازی که خداوند نسبت به اون باز عنایت داره، میگه که محبت من در قلب پادشاه هست و ناراحتی من دل شاه رو چیکار میکنه؟ ناراحت میکنه. وقتی که منو پرواز میده، چون میدونید این پادشاه ها باز رو پرواز میدادن که بره شکار بکنه، میگه وقتی اون منو پرواز میده، پرواز دادن این باز، بازی که نماد انسان است، یعنی چی؟ یعنی کشف و شهود. انسانی که به کشف و شهود میرسه. دیدید یه وقت آدم توی حالی واقعیت هایی بر قلبش روشن میشه، حقایقی جلوی چشمش روشن میشه. نم حالا شما تجربه کردید یا نه، انشاءالله تجربه بکنید. همون چیزی که حافظ راجع بهش خیلی صحبت میکنه، اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، که نمیدونم تازه برات هم دادن نیست. اینا هم سعدی، هم مولانا، هم چیز حافظ، اینا همه به این کشف و شهود ها رسیدن. میگه وقتی که منو میپرونه، من در اوج آسمان ها و آفتاب و ماه پرواز میکنم و آسمان روشنی از به این انفطار، یعنی باز شدن، شکافته شدن. درسته کردید؟ میگه این آسمان شکافته میشه در مقابل من وقتی که من
به پرواز در میاد. این پرواز، پرواز روحه. دقت کنید، این یه پرنده نیست که بال میزنه تو آسمون، این پرواز روح آره. بعد میگه بازمان در من شود حیران هما. هما چیه؟ هما پرنده است که پرنده خوشبختیه دیگه، شنیدی؟ سعادت و خوشبختی، بله، پرنده خوشبختی. میگه تازه این که پرنده خوشبختی و باز به قولشون پرنده سعادته، این در کار من حیرونه، اون متعجب از مقام و موقعیت من. جغ که بعد تا بداند سر تو که خاکستر نشینی و چه میدونم زباله نشینی و موش میخوری، بنده خدا تو کی هستی که بخوای بفهمی منی؟ به همین دلیل هم هستش که مولانا میگه که انسانهای عارف و وارسته توی این دنیا در بین آدم های معمولی که وابستگی های شدید مادی دنیایی دارن بسیار در رنج و عذاب زندگی. درست مثل یه عاقلی که در میان یه مش آدم های معذرت میخوام جاهل و بد مثلا بددهن و بیتربیت میشه. زمان شاه یکی از شکنجه هایی که به روشن فکران میدادن این بود، آدم های سیاسی روشن فکر و خیلی مثلا فهمیده و باشعور فلان مینداختنشون توی زندان، مخصوصا میونه مثلا قاتلا و جنایتکارا و لات و لوتا و چابوکشا و اینا، میدونستن که بدتری، یعنی نمیخواستن هم کتکش بزنن طرفوها، یعنی حکومت، ولی مخصوصا اینجا مینداخت، میدونست که این بیشترین عذاب رو میکشه، شکنجه های روحی. و اتفاقا بعضیا که خیلی قوی بودن از روحی کلاس تشکیل میدن لاتو لوتا رو آدم میکردن. خیلی جالبه. میداختن شو که شکنجه ببینن، خودشون اذیت بشن، ولی اینا میرفتن با اونا صحبت میکردن و اونا رو آدم حسابی میکردن، روشنشون میکردن. بعد میبینن این خطرناکه، میگیرن هم به انفرادی توی زندان اوین اون. خیلی جالبه این داستان. حالا قصه ها دارم که بگم. خب جو انسان های پست، موجودات پست، موجوداتی که تو خرابه ها زندگی میکنن، غذاشون هم موشه دیگه. اون بعضی ها میگن اینا که امریکایی ها میگه خوشی اومده ایران تیه فرهنگ شرقی با جو رو به سبب مثل بدیومنی و ایران میگن. بله، حالا دقت کنید، شهر برای من ز زندان یاد کرد، صد هزاران بسته را آزاد کرد. یا اینجوری بگیم بهتره، شهر برای من، یعنی به نظر من، با درخواست من، با پیشنهاد من، میگه شهر برای من ز زندان یاد کرد، صد هزاران بسته را آزاد کرد. یک دمم با جوغها دمساز کرد، از دم من جوغها را باز کرد. ای خنق جغدی که در پرواز من، فهم کرد از نیک بختی راز من. در من آویزی تا بازان شدی، گرچه جغدانی شهبازان شدی. دقت کردی چی شد؟ چقدر زیباست. میگه آقا از این فرصت استفاده کنی بیچارا، من اومدم توی جغدستان، اومدم قاطی شماها شدم، در من آویزید، با من هشت رو نش پیدا کنید، از من استفاده کنید تا شما هم باز بشید، از این جغد بودن بیرون بیایید. ای خنک جغدی که در پرواز من، فهم کرد از نیک بختی راز من. خوش به حال اون جغدایی که منو درک کردن و فهمیدن من کی هستم. اونا که خوش به حالشون، بله. در من آویزی تا بازان شدید، گرچه جغدانی شه بازان شدید. خیلی قشنگ. آن که باشد با چنان شاهی حبیب، هر کجا افتد چرا باشد غریب. هر که باشد شاه دردش را دوا، گرچه نینالد نباشد بی نوا. مالک ملکم نیم من تلخوار، طبل بازم میزند شهر از کنار. طبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. حالا باز داره واسه اینا خودشو چیکار میکنه؟ معرفی میکنه.
یه بابا وقتی که یه همچین پادشاه حبیب منه، دوست منه، من هیچ وقت غریب نیستم هیچ کجا، حتی تو این جغدستان من غریب نیستم، چون اون حامی من پشت سر من هستش. هر کسی که این پادشاه دردش رو دوا میکنه، حتی اگر مثل نی بناله، مثل مولانا هم نی دیگه، یه تا از نیستان تا مرا ببریدن، در از نیستان تا مرا ببریدن، در نمیدونم نوایم مرد و زن نالیدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. یعنی چی؟ یعنی مولانا خودشون همین نی در دم خداوند میدونه، در دهان خداوند. خب پس اینم در اینو میگه. بعدم میگه که پادشاه منو چیکار میکنه؟ صدا میکنه. اینا یه تبری داشتن با یه نوت خاصی که میزدن، یعنی این صدا میپیچید، یعنی باز که داره پرواز میکنه و داره شکار میکنه برگرد بیا. این همون این تب صداش چیه؟ انا لله انا لله و انا الیه راجعون. یه خداوند منو صدا میکنه و من باز خواهم گشت. کجا؟ روی دست خودش. من به حال پروازم در این جغدستان، من دارم اینجا پرواز میکنم. وقتی هم تو من صدا کنه من برمیگردم میرم پدر خودش. بعد میگه که حالا دقت کن، من نیم جنس شهنشه، دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. نیست جنسی از روی شکل و ذات، آب جنس آب جنس خاک آمد در نبات. خوب دقت کن، باد جنس آتش آمد در نبات، تب را جنس آمد از آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، پیش پای اصل او گردم چو گرد. اینجا یه خود فلسفیه، یه خود پیچیده داره حرفاشو میزنه. تمی باید اینو کار بچه کافی کنیم وقت مطلب خیلی قشنگ میشه. خیلی ساده است، چیز مهمی نیست. میگه من نیم جنس شهنشه، دور از اون، لیک دارم در تجلی دور از اون. میگه البته من مثل پادشاه نیستم، من در حضور پادشاه و محب پادشاه هستم، ولی در تجلی جلوه کردن، نوری از او در من وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید، وقتی شما به چهره اولیای الهی نگاه کنید، دیدید خودتون اینو حس کنید، میگید فلانی مثلا آدم نگاهش که میکنه چه مثبت میده، آدم خوشش میاد به چهره طرف نگاه میکنه، چهرهش خبیث نیست، بد جنس نیست، آدم وقتی نگاهش میکنه لذت میبره میدهش. این همون تجلی نوره. ما میگیم کاریزما، میگیم حاله، میگیم کارما، شنیدی کلمه های مختلفی توش بکار میده. بعضی اساسا موج مثبت نه، حضورشون دلگرم کننده است، دوستشون داره آدم، ناخودآگاه دوستشون. این یکی. بعد میگه نیست جنسیت زروی شکل و زار، آب جنس خاک آمد در نبات. دقت کنید مهم که آب و خاک نه هیچ ربطی با هم ندارن، خاک خاکه، آبم آبه، هیچ ربطی با هم نداره. اما کجا با هم جنس میشن؟ اونجایی که این دوتا با هم مخلوط میشن، اون وقت یه دونه بذر اونجا چیکار میکنه؟ رشد میکنه. از املاح معدنی خاک و آب یه گیاهی وجود میاد، این دوتا با هم دیگه هم جنس هم میشن، یه گیاه. دقت کردید؟ یعنی در واقع اون گیاه جنسه، هم خاک هم آبه، در حالی که آب و خاک از هم دیگه کاملا متفاوته. حالا این دقیقا در تخصص منه، اگه من بخوام اینجا برای شما توضیح بدم که فتوسنتزم در اینجا دخالت میکنه، وقت میبینی که واقعا تمام این جهان هستی که ما الان توش داریم زندگی میکنیم به یک ماده بسید، یک ماده به اسم کلروفیل. کلروفیل این چون رنگ سبزی که تو برگ ها هست، میشه کلروفیل. همه حیات و زندگی ما، موجودات عالم به اون ماده بسید داره. وقت هستش که هیچ کس نمیفهمه این سعدی بیچاره چی گفته. سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است
معرفت کردگار. آقا این برگ سبز تمام جهان هستی تو این برگ سبز نوشته شده، یعنی اگه این برگ سبز نباشه او گیاه رشد نمیکنه، یعنی تولید شاخ و برگ و میوه و دونه گندم و ذرت و بند و بسات نمیکنه، علف هم تولید نمیشه، آهو هم نمیتونه غذا بخوره، شیره هم از گرسنگی میمیره، گرگه هم گرسنگی، ما هم که داریم گوش گوش میکنیم، ما هم بی زحمت از گرسنگی میمیریم، یعنی تمام حیات زندگی ما به اون بستگی داره. تازه تعجب نکنید موجودات دریایی هم به این میرن، همشون از دم. حالا بگو چرا؟ اونجا که دیگه گیاه نیست، که من میگم اشتباه میکنید، اتفاقا هست. تمام این سطح آبهای اقیانوس ها جلبک های میکروسکوپی ریز سبزی هستن که دارن فتوسنتز و اونا خوراک موجودات یکم بزرگترن، اونا خوراک یکم ماهی های چیلیکا میشن، اونا خوراک ماهی های نفلا میشن، اونا خوراک ماهی های بزرگتر 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 تا نهنگه که میاد دلفینه و نم سگ آبی و نم شیر دریایی رو نم. یعنی بس اونم باز به همین ماده سبز فتوسنتز که وابسته است. خیلی جالب نیست؟ خدا وکیلی؟ معرفت کرده. خب حالا بعد نکته دقت کنید. دیگه حالا اینجا اون که آب و خاک رو گفت، باد جنس آتش آمد در قبل. شما حتی میخواید یه دونه باربیکیو هم درست کنید، آتیش رو چجوری درست میکنید؟ بی زحمت باد میزنید. این باد در واقع چرا راستی میدونید اصلا چرا باد میزنید؟ آفرین. نه ببینید وقتی که این داره میسوزه، چون آتیش داره میسوزه، تولید مواد زیادی گاز کربونیک CO2 اکسیداسیون داره صورت میگیره دیگه. CO2 شما باد میزنید که گاز کربونیک دور بشه، اکسیژن بیشتر وارد بشه، اون وقت گر میگیره، آتیش گر میگیره و اون وقت بهتر میسوزه، به خاطر اینکه اکسیژن بیشتری شما بهش میدید. شما دیدی یه نفر که داره خفه میشه یا فلان میشه، فوری اکسیژن چیکار میکنه؟ میذاره روی دهانش. برای چی؟ برای اینکه حجم بیشتر اکسیژن رو تزریق میکنه که اکسیداسیون بدنش فعال بشه، طرف حالش جا بخاطر که چه هست اینا. بعد میگه من باید یه درس پزشکی هم اینجا بدم دیگه، هم پزشکی بگیم، هم مولانا بگیم، هم کشاورزی بگیم، همه چی با هم دیگه بگیم، همه تا مطلب خوب روشن بشه. حالا دقت کنید، میگه جنس ما، دقت کنید، جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. میگه جنس من از جنس پادشاه نیست، اما ماهیت من در ماهیت او چی میشه؟ فنا میشه. این فنا شدن همون مرحله سیر و سلوکه که شما به فنای الله نیست، یعنی از تکثر به وحدت، از کثرت به وحدت. یعنی چی؟ یعنی این که خداوند درست مثل این میمونه که یه رودخانه عظیمی است خداوند که جریان دارد و شعبات 8 میلیارد شعبه از این چیز جوی به قول معروف از این رودخانه عظیم اومده، هر یک از اینها در وجود ما تسری پیدا کرده. میگه ما وقتی که بر میگردیم به اون رودخانه اصلی، در واقع مای ما در مای او چی میشه؟ محو میشه. وقتی که محو میشه دیگه ما میشیم به خدا یک. توجه کردید؟ اون کثرت به وحدت تبدیل میشه. خب چون فنا شد ماه ما، او ماند فر پیش پای اسب او گردم چو گرد. دیگه وقتی که ما خودمون رو به صلاح از محو میکنیم در وجود او، او میشه یکی دیگه، وحدت میشه و ما مانند گردی هستیم در کنار پای اسب، یعنی ریز میشیم، نابود میشیم، کم میشیم، بی مقدار میشیم، در فضا پراکنده میشیم. خب پس زجان جان چه حامل گشت جان، از چنین جامی شود حامل جهان. پس جهان زاید جهان دیگری، این حشر را وانماید محشر. تا قیامت گر بگویم بشمرم، مز شرح این قیامت قاصرم.
تا قیامت این قیامت را اگر شهر گویم حاصل آیم ای پسر. اینجا دیگه مفهومشون خیلی پیچیده میشه و بحث فنای الله و به اصطلاح انسان و جهان هستی و خلقت و این صحبت هاست. اینجا مولانا میگه من دیگه زبونم هست، بیشتر از این نمیتوانم توضیح بدم. یه جایی دیگه میگه آنچه میگویم به قدر فهم توست، مرده من در حسرت فهم توست. یا یه جایی دیگه میگه من مثل اون توتیه هستم. و توتیه یادتون میاد که توتی مثلا 10-20 کلمه بلد بود، همه توتی ها چقدر حرف میتونید. وقتی که رفت و اون شیشه روغن افتاد و شکست و اون بقال اومد و تو سر این زد، این نمیتونست توضیح بده که آقا من شیشه رو ننداختم به خدا، یه گربه اومد پرید به موش، اون مثلا بال من از وحشت خوردم این روغن ریخت. مولانا میگه ببین همونطور که اون توتیه نمیتونه توضیح بده بیچاره، منم نمیتونم بعضی چیزا، بیشتر از این زبانم نمیکشه. یه چیزایی رو میگه که تا تو درکش نکنی نمیفهمی. میگه عشق خیلی آقای توضیح میده عشق چیه، اینه اینه. بعضی میگه آنتی توکسین تو بدن تولید میشه، عشق مثلا به وجود میاد، خیلی چیزا. میگه ببین تو وقتی عشق رو خوب درک میکنی که عاشق حالا من هیه بسید بگم توضیح بدم، اون احساس تو عمق وجود است. درست شد؟ بگه من میگه جان ما از جان دیگری الهام میگیره و حامله میشه، یعنی خداوند ما رو خلق میکنه و دنیا هم در اثر همین خلقت هستش که به وجود اومده و رشد و بالندگی داره، همینطور خلقت داره ادامه پیدا. فکر نکنید که خداوند یه لحظه اینجوری کرد مثلا همه جهان هستی خلق شد، نه، خلقت جهان هستی همچنان مداوم است، هر لحظه داره خلقت صورت میگیره، چیزهای جدید، فعالیت‌های جدید، موجودات جدید و تکامل و و و و این خلقت همچنان در حال گسترش. یه نکته این داشته باشید. بعد میگه که حشر به وجود میاد و محشر به وجود میاد، این جهان مرتب داره از بین میره و جهان‌های جدید به وجود میاد، این موجودات دارن زنده میشن، تولید میشن، گسترش پیدا میکنن، تکامل پیدا میکنن و بعد فرسوده میشن و از بین میرن و باز موجودات جدید، موجودات جدید هم تولید به وجود. من اینو یه بار براتون توضیح دادم و مثال میزنم، گفتم ببین الان شما برید توی مثلا این قبرستون اینجا هست، همین نزدیکی ها توی الترو که میرید، اگه درخت توت اونجا باشه شما یه دونه از این توتا رو بکنید بخورید، ببخش بی زحمت بخشی از پیکر اون مرده ایست که تو خاک خوابیده، یه توت یه میوه توتشو بخورید همونه، یعنی پیکر اون بنده خدا که 20 سال پیش اونجا فوت کرده پوسیده شده فروشه، ریشه های اون درخت داره از همون عناصر مواد غذایی استفاده میکنه و داره حالا تبدیل به توت شده. خیلی ساده است، همه این چه میدونم ذرت و بند و بساط و گندم که شما مثلا توی چندین هزار سال این ایندیانایی که اینجا توی سرزمین ها زندگی میکردن یا مردن بنا به بیماری یا جنگ هرچی، یا حیوانات به طور کلی اونا مردن توی خاک پوسیدن دیگه، خب اینا گیاها دارن از اونجا رشد میکنن، همون مواد دارن استفاده میشه، گندم. گندم تو بدن من شما تبدیل به گوشت و مغز و استخوان و یه روزی هم الله ان شاء الله بعد از 120 سال برای شما دیگه ما هم میمیریم، تعارف هم نداریم، یه حقیقت است در این جهان، ما هم بدن اون توزی بریم، دیگران میمیریم، ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، میوه ناب نمیباید، این سبزه که اکنون تماشاگر ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگر ماست. هم سخن آقای خیام. خب بعد حالا اینا رو بریم میگه، ببین چه جنبندی دیگه، این سخنها خود به معنی یاربی است، حرف ها دام دم شیرین است، چون کنه تقصیر هست چون تمزمد، چون که لبیک است زیارت میره میرسد، هست لبیک که نتوانی شنید لی سرتاپای بتوانی چشید، یک مثل آوردم تا پی بری و چنین لبیک پیمان برام. اینم بعد به صلاح یکمی باز بشه.
میگه این سخنها خود به معنی یاربی است، حرفها دام دم شیری لبی است. میگه من این حرفایی که دارم میزنم، دارم میگم یارب یارب یارب، دارم خدا رو صدا میکنم. این داستان رو که بسمون گفت دیگه، راجب جغد و فلان و بیزار. حرف ها دام دم شیرین لبی است. این حرف ها یه کسی تو دهان من داره میذاره، یه آدمی که شیرین لبه، خوش سخنه. واقعا مولانا خوش سخنه نیست؟ چقدر قصه هاش قشنگه. یه اینها رو یه کسی داره به من القا میکنه و منم دارم برای شماها دارم اینو میگم. چون کند تقصیر پس چون تن زند، چون که لبیکش زیارب میرسد. میگه او داره به من میگه که حرفی که تو داری میزنی من شنیدم. پس اما دیدی تو حج میگن لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک، یعنی چی؟ یعنی خدایا پذیرفتیم. اونا شعاری که میدن که مکه اینه دیگه، میگن خدایا لبیک میگوییم، پذیرفتیم شما رو، تو ما رو دعوت کرده بودی بیاییم به خانه تو، اومدیم اومدیم، لبیک لبیک، منظورشون اینه دیگه. اونی هم که این حرف رو تو دهن من میذاره که من دارم به شما میگم، داره به من لبیک میگه، میگه که بگو خوب کاری داری میکنی، بیا این حرف رو داری میزنی، بیا من دارم تو رو میپذیرم، حرفاتو دارم میپذیرم، بیا به سوی من. بعد میگه هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید. میگه اون سخنی که داره ما رو صدا میکنه و ما رو به سوی خودش میکشه، تو صداشو نمیشنوی که میگه لبیک لبیک بیا. ما داریم ادعا میکنیم خدا یا ما میخوایم بیایم پیش تو، اونم که بسیار عالی پذیرفتن پاشو بیا، ولی ما اینو نمیشنویم، ولی درکش میکنیم. نمیشنویم ولی درکش میکنیم. یعنی چی؟ نمیشنوی ولی درکش میکنی. یا حالا یه قصه رو سرد میگم تا بفهمی این نکته که دارم بهت میگم یعنی چی. قصه اینه، دقت کنید. کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی. قصه از این قراره، یه آقایی بسیار بسیار تشنه است، از تشنگی داره میبینه، خیلی تشنه شد. یه رودخونه خیلی با صفای آب زلال خونک با حالی که آدم دوست داره بره توش اصلا خودش رو خفه کنه، اون پایین داره میره آب خونک با حال، صدا میده زلال تمیز از چشمه اصلا سر کوه داره میاد، هیچ آلودگی هم نه. این بنده خدا هم میخواد بره از این آب بخوره، نمیتونه. چرا؟ چون یه دیواریه اینجا درست لبه رودخونه، این در بالای اون مثل یه قلعه فکر کنید یه همچه حالت، این در بالای اون قلعه قرار گرفته، دسترسی به این آب نداره، بلنده، مثلا اگه باید خودش رو پرت کنه ممکنه بمیره بخوره وسط سنگایی روزمونه مثلا یه همچه حالت. و اون بالا نشسته با حسرت به این آب نگاه میکنه، میخواد که آب بخوره، نمیتونه، تشنش هم از خیلی زیاد. یعنی چی؟ یک چشش درونی که اون آبه و اون دیدن آبه و اون صدای آبه داره اینو چیکار میکنه؟ به سمت خودش میکشه. مولانا میگه این همون لبیکیه که خداوند در قلب ما ایجاد میکنه. ببین با چه مثال زیبایی اینو بیان میکنه. میگه بلد جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند، تشنه مستسقی زاری نزار، زار و نزار، عاشقی مستی غریبی بیار. واضحه دیگه، احتیاج به توضیح نداره. یا مستسقی یعنی کسی که به شدت تشنه است. دیدید بعضی ها که میگن بیماری استسقا میگیرن، اینقدر آب میخوره که از شدت آب خوردن حالشون به هم میخوره، میترکن یا مریض میشن یا میمیرن. استسقا یعنی تشنگی شدید. خب مانعش از آب آن دیوار بود، از پی آب او چو ماهی زار بود. مانش آب مثل ماهی که از آب بیرون افتاده له له میزنه که حیوان برسه به آب، می همچی احساسی داشت این بنده خدا واسه آب. شد حجاب او، شد حجاب آب او دیوار، و
بر فلک میشد فغان زار. مشخص ناگهان انداخت او خشتی در آب، بانگ آب آمد به گوشش چون خطا. این اون بالای دیوار که بود دیگه میرس آب بخوره دیگه، یکی از این خشتای دیوار رو کند انداخت وسط رودخونه. خب این وقتی میخوره وسط رودخونه یه شالاپی میکنه به قول من، سرصدای بلند میشه. این صدای میشه چون خطاب یار شیرین و لذیذ، مست کرد آن بانگ آبش چون نبیز. نبیز یعنی شراب، شرابی که خود مزه شیرین هم بده، از انگور قرمز معمولا. میگه که این صدای این خشتی که افتاد داخل آب اینقدر بس این جذاب بود و بس کننده بود که انگار مثلا دو تا پیک شراب خورده، اینقدر براش کیف داشت. از صفای بانگ آب آن ممتحن، گشت خشتنداز وانجا خیلی کرد. این خیلی خوشش اومد از صدا، شروع که هی دونه دونه خشتا رو هی میکرد، میداخت داخل آب، میداخت داخل آب، میداخت. ممتحن یعنی کسی که مورد امتحان قرار گرفته است. ممتحن کسی که امتحان میکنه. شنیدید میگن ممتحن سر امتحان اومد بود وایساده بود؟ ممتحن کسی که امتحان میکنه، ممتحن کسی که امتحان میشود. اصلا امتحان از ریشه مهنته، یعنی رنج و درد. ما معلم هم که این بچه های طفلک رو ازشون امتحان میگیریم چیکارشون میکنیم؟ به رنج و درد میندازیمشون که بفهمی که چیزی بلدن یا نیست. متا این رنج و درد مثبته، رنج و درد اثر خباثت و بدجنسی نیست الحمدلله، ولی واقعا اینه که طرف به رنج و درد میفته دیگه، بعد دو ساعت بشینه جواب بده، پاسخ بنویسه، شوخی نیست. و اگر این امتحان رو به اصطلاح پاس نکنه، خب نمیتونه زندگی خوب داشته باشه. باید این امتحان، این زنج رو بکشه تا به زندگی بهتری برسه. این رنج مثبت، نه رنج من. خب آب میزد بانگ، یعنی هی تو را فایده چین زدن خشتی مرا. آب بهش اعتراض کرد، آقا برای چی آخه سنگ میندازی توی ما؟ به چه دردتو میخوره این کار؟ چی گیرت میاد؟ جوابش خیلی قشنگ. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است. من از این سند ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگ آب، هو و مرد تشنگان را چون سهاب. چرا سنگ میندازی؟ گفت والا دو تا فایده داره، یکیش این که این صدای شما که بلند میشه این واسه من خیلی خودش کلی لذت بخشه، کلی کلی آرامش بخش. فایده دیگر که هر خشتی که از این برکنم آیم سوی ماء معین. یه فایده دوم شده که هر یه خشتی که من میندازم، خب یه خشت میام پایین تر به سمت تو دارم چیه بشم نزدیک تر بشم. پس بنابراین این آقا شروع کرده با بلع این خشتا رو دونه دونه میکنه میندازه، هم از صداش لذت میبره، همین که خودش داره پله پله به آب چیکار میکنه نزدیک. یه کس کمی یه خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه چکن، هستی دیوار قربی میشود، فصل او درمان وصلی میشود. سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربی که وسجود و وسجود بقترب. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. ببین مولانا چقدر قشنگ با یه تصویر سازی که یه دونه آدم یه نشونده بالا یه دیوار، یه خودش در میاره ها، این خلاقیت ذهنی مولاناست. یه آدم میره که نشونده بالای دیوار، یه دیوار رو داره میکنه به آب برسه، چیکار میکنه از این بهره برداره؟ یکی پس بنابراین با این کندن خشت های دیوار او داره خودشو نزدیک میکنه به آب و میگه که وقتی که تو به این آب نزدیک میشی سجده میکنی و با سجده کردن نزدیک. درست این که خداوند میگه که اگر میخواهید که
خود اونی استجب لکن، این سخن خداوند دیگه در قرآن کریم، خود اونی استجب، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما، بیایید به سمت من، من بهتون جواب میدم. یه پس بنابراین این که خداوند میگه سجده بکنید تا به من نزدیک شوید، این همه مانند کندن این خشته. حالا چی؟ میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. میگه تا این دیوار هست تو نمیتونی سر تو فرود بیاری، نمیتونی به زمین برسی. دیوار چیه؟ دیوار منیت، دیوار کبر و غرور ماست. میگه تا وقتی که این دیوار هست تو نمیتونی سجده. پس برای اینکه بتونی سجده کنی و به خداوند نزدیک بشی و خداوند پاسخ تو رو بده و باهات ارتباط برقرار کنه، لازم هستش که دیوار منیت ها و کبر و غرور خودت رو آجر به آجر، حالا اگر هم میتونی یه بارکی بکوبیش از بین بره، آجر به آجر بکنی، مثل اون تشنه که لبیک خداوند رو بشنه و بری به سمت اون. بعد میگه که سجده نتون کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. تا وقتی که این تن خاکی تو هست، این دیوار وجود داره، تو نمیتونی به آب حیات برسی. آب حیات آب زندگیه، زندگی جاودانه. به عقیده من مولانا به این زندگی جاودانه رسید. برای چی این حرفو میزنم؟ برای که 700 سال پیش مرده، الان یه عده دکتر و مهندس و کارشناس و استاد دانشگاه و اینا نشستن اینجا دارن در حرف مولانا رو میزنن. حرفا رو دارم من. این تازه این جامعه کوچیک ماست. حالا برو ببین در سطح جهانی چه انسان‌هایی دارن راجع به مولانا صحبت ما، یعنی مولانا زنده است دیگه. افکارش اونجا زنده است. همه هم براش خدا بیامرزی هم میفرست. یه دعای خیر هم براش میفرست. حالا میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمی کند خشم و مدر یا مدر. مدر یعنی یه چیزی که سفال روش کشیده باشن، گل روش کشیده باشن، میشه مدر. میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمی کند خشم و مدر. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب، او سفتر کند از حجاب. ای خنک آن را که او ایام پیش، مغتنم دارد گزارد وام خیش. اندر آن ایام کش قدرت بود، صحت و زور و دل و قوت. میگه خوش به حال اونهایی که هر چیز زودتر به این فکر برسن که زودتر این دیوار منیت خودشون بشکنن و خودشون رو به اون آب حیات برسونن. یعنی چی؟ یعنی هر چی در سنین جوانی تر تو شروع کنی که خودت رو اصلاح کنی، شروع کنی که منیت های خودت رو از بین ببری، تو زودتر به اون آب حیات برسی، چون قوی تری، قدرتمندتر هستی، با سرعت بیشتری این کار انجام. تا اون که یه پیرمرد در به داغونیه که اتفاقا بعضی از خصلت های بد در وجودش ریشه کرده و حالا اون سخت داره، این دیواره بتونی شده. گرفتی که عرض میکنم این به صلاح ملات بید خشتا محکم شده. حالا این غنیمت دان جوانی ای پسر، سر فرود آور بکن خشت و مدر. پیش از آن کیام پیری در رسد، گردنت بندد به حبل من مسد. دیگه جا این داستان حبل من مسد در قرآن دیگه، و راجع به اول چی بود؟ تبت یدا ابی لهب و تب، مثلا راجع به ابی لهب که میگه که خدا دستان مثلا ابی لهب بریده باد و او را در جهنم میبینی، در حالی که همسرش هیزم کش جهنم است و حالی و ریسمانی از مثلا الیاف خرما بر گردن او آویزان است. همچین حالتی اون حبل المسد. خب بیخای خوی بد محکم شده. یه بار دیگه پیش از آن که یام بیرین در رسد، گردنت بندد به حبل من مثل. بیخای خوی بد محکم شده، قوت برکردن آن کم شده. خدا نکنه که انسان دیر به جنبت و دیر به جنبت در حالی که تو فرتوت و سست شدی و ریشه اخلاقهای بد، حالا حرص، طمع، دروغگویی، نمیدونم غیبت، هر حدیده زشتی که در عالم هست
پول پرستی، مال پرستی، شهوت پرستی، هر چی هست اون محکم شده باشه، اون وقتی که کندنش خیلی سخت باشه. خب حالا فعلا همینجا من یه بریک بدم به شما، برگردیم به این زومی ها بندهای خدا ببینیم در چه حال روزی هستن. خب دوستان زومی ما، من این ریکوردینگ رو حالا ادامه اون داستان رو که مولانا پس راجع به این قضیه صحبت کرد که ما باید دیوار منیت خود را بشکنیم و خشت خشت این دیوار رو بکنیم تا به آب حیات وجود برسیم و در رسیدن به اون آب حیات به صلاح به موفقیت هم خواهیم رسید. این رو مولانا اینو برای اینکه تبیین بکنه و ما بهتر درک بکنیم که چی داره به ما میگه، در قالب یه داستان خیلی ساده و در این حال قابل درک بیان میکنه. داستان فرمودن والی آن مرد را که آن خاربن را کشانده بر سر راه برکند، آن مسامحه کرد تا اینکه خاربن قوی شد و غیر قابل کندن باقی ماند. حالا دقت کنید، همچنان شخص درشت خوش سخن در میان ره نشان او خاربن، یا همچنان شخص درشت خوش سخن در میان ره نشان او خاربن، ره گذریانش ملامتگر شدند، پس بس بگفتندش بکن این را نکرد. خب هر دمی آن خاربن افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شد، جامه های خلق بدریدی ز خاک، پای درویشان بخستی زار زار. خیلی داستان ساده است دیگه، یه آدم گردن کلفت به اصطلاح هم خوشبیان هم خیلی هم قویه قدره، ایشون اومده یه خار، یه بوته خار رو تو مسیر مردم کاشته، این خار خوهی رشد میکنه دیگه، مردم بیچاره از این راه ده شهر لعجس میخوان عبور کنن، لباسشو میگیره پاره میشه، پاشو میره روی خار زخم میشه، به میگن آقا این خاری که اینجا کاشی خب بکن، چرا این خار اینجا کاشتی؟ به میگن میکنم و نمیکند، مردم هم در عذاب. تا اینکه چون که حاکم را خبر شد این حدیث، یافت آگاهی ز فعل آن خبیث، چون به جد حاکم به دو گفت این بکن، گفت آری برکنم روزیش من، مدتی فردا و فردا وعده کرد، شد درخت خار او وعده داد، ببخشید مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. مردم رفتن به حاکم، به کت خدا، حالا والی شکایت کردن، گفتن آقا بیا به این مرد بگو این رو بکنه. حاکم خواستش، گفت آقا جان برو این خاری که کاشتی بکن. گفت باشه میکنم، بازم نکند. خب حالی که این خاربون ای بزرگتر شد و بزرگتر شد، از یه دونه بوته کوچیک تبدیل به یه درختچه، حالا تبدیل به یک درخت مثلا یه کاکتوس مثلا فرض کنید شبیه به اون بزرگتر، اونجوری شد. گفت روزی حاکمش ای وعده کش، پیشا در کار ما واپس مکش، تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، بین کننده پیر و مستر می شود، خاربان در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن، خاربان هر روز و هر دم سخت‌تر، خارکن هر روز زار و خوشتر، او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود نبرد، خاربان دان هر یکی خوی بدد، بارها در پای خار، در پای خار آخر زده. ببینید چقدر واضح و زیبا حاکم صداش میکنه. حالا حاکم کیه؟ اون بزرگتر، اون کسی که عاقله، داناست، صداش میکنه میگه ببین این درختی که تو اینجا کاشتی هر روز داره بزرگتر و قویتر میشه و ریشه‌هاش بیشتر میشه، اما تو داری هر روز فرسوده تر میشی و پیرتر میشی، یا به یه جایی میرسی که دیگه حریف نیستی، یا دیگه حریف نیست این خارو این درخت رو از جا بکنی. یا یه واقعیتیست در زندگی ما دیگه، خدا نکنه یه خوی بعد، یه عادت غلط در ذهن و جان و
مال ما چه میدونم روح ما ملکه بشه. دیدید بعضیا بدزبونه واقعا، طرف پی اچ دی دکتر پزشک جراحه، خیلی سطح بالاست. من میشناسم آدم، میشناسم فارغ التحصیل از سوربن فرانسه، پی اچ دی در جراحی مغز و اعصاب، باورتون میشه؟ حرف میزنه حالت به هم میخوره از حرف زدنش. چهار تا کلمه حرف بزنه، یکیشو دوتاش فرشه با زخم زبون، آدم حالش به هم میخوره از این آقا که مثلا پزشک عالی رتبه، رئیس جراحی بیمارستان فلان، پنج تا حداقل محل کارشو من میدونم در ایران، پنج تا محل کارشو، از کلینیک و دانشگاه شهید بهشتی و نمیدونم مطب خودشو، بیمارستان فقط نمیخوام اسم ببرم، بیمارستان رئیس بخش جراحی بیمارستان فلان و و و، ایشون اینقدر به راحتی حداقل ماهی نمیدونم 100 میلیون 200 میلیون ماهی درآمدش، هر جراحی که میکنه چندین میلیون پول میگیره. جراح مغز اعصاب شوخی نیست، خیلی کار مهمی، هم نمیتونی باش چار کنم حرف بزنی. چه ارزشی؟ سه تا زن گرفته طلاق، سه تا چهار تا زن گرفته طلاق، یعنی نمیتونه مردم باش زندگی کنن دیگه. حالا همه چهار تا زن همه بد بودن، درست نیستش که، یه عیبی از خود درخته. این چیه؟ این همان کارهاییست که از دوران بچگی و جوانی توش مونده، حالا هم که شده به این پست مقام بالا رسیده، همچنان این خار در وجودش ریشه مونده، نمیتونه بکنه. حالا این داشته باشیم، بارها از فعل بد نادم شدیم، دقت چون با من حرف بود، بارها در پای خار آخر زدت، میگه این خار بارها تو پات فرو رفته، چهار تا زنگ گرفتی طلاق دادی دیگه، چهار تا خار تو پات رفته دیگه، این از این بدتر دیگه چی میخوای؟ یعنی یه خانواده نداره یعنی طرف بعد از سن حالا 67-8 سالشه. دستی آقای دکتر موفق از پشت بسته بس چه میدونم بالا حالا اسم بخوام اگه نه من دکتر موفق میشنستم میدونم برای نمیگم. خب حالا دقت کنیم، میگه بارها از فعل بد نادم شدی، بر سر راه ندامت آمد، بارها از خوی خود خسته شدی، حس نداری سخت بی حس آمدی، یا تبر بردار و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن، یا به گلبن بست کن این خار، بست کن با نار نور یار را، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلبن کند خار. حالا مولانا دست داره کنم، چقدر زیبا، واقعا چقدر زیبا. میگه تو بارها این کار زشت کردی، خب طبعات این خاری که توی دست بال مردم میکنی اینه که مردم هم نسبت به تو واکنش نشون میدن دیگه، اونا بعدش اومده دست رو مثلا متنفر میشن، درک میکنی که کار بد کردی، نادم هم ممکنه بشی ولی نمیتونی هیچ کاری بکنی. میگه یا دو تا راه داره، یا باید مردانه تبر ورداری و بزنی این به اصطلاح درخت پر ریشه اخلاق های زشت و بد خودتو از جا بکنی، که این احتیاج به این داره، یک اراده فوق العاده قوی میخواد و احتمالا یه راهنما، یه دوست، یه مراد که این کارو بکنه، یا اینکه بیای این، یا به گلبن وصل کن این خار، این خار وجودتو ببر در گلستان، وصل کن با نار، نار وجودتوه، آتیشه، نور یار، عشق الهی رو بیار تو قلب، و اگه اون نور بیاد این نار تو رو چیکار کنه؟ خاموش میکنه و در واقع یک نوع تحول روحی در تو وجود میاره، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلبن کند خار تو را، اون وقت وجود تو که خارستانه تبدیل به گلستان میشه.
حس و فکر تو همه از آتش است، حس شیخ و فکر او نور خوش است. آب نور او چو بر آتش چکد، چک چک از آتش براید برجهد. چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد، تا شود این دوزخ نفس تو سرد. میبینید من دوزخ نفس رو هایلایت کردم براتون که توجه بکنید. ما یک دوزخی، آدم هایی که به اصطلاح اخلاق های زشت دارن، معمولا آدم هایی هم هستن که ایمان ندارن. تجربه اینو نشون داده، ایمان درست حسابی به ماورا، به خداوند، به اعتقادات معنوی، اینها در واقع چون این اعتقادات ندارن، یه دور دوزخی در نفس اونها شعله بره و این پلیدی رو بلحار بان به ارانادر داره چکار میکنه، بروز میده. میگه که حالا تا نسوزد او گلستان تو را، پشت نکند عدل و یا پست نکند به سر عدل و احسان تو. میگه حس و فکر اونهایی که به سلام قلبشون تجلا و تجلی پیدا نکرده مثل آتش میمونه. اما شیخ، در واقع منظورش مراد پیر راهنماست، فکر او چیه؟ نوره و روشن است. میگه آب نور او چو بر آتش چکد، چک چک از آتش براید برجهد. دیدید روی آتش که آب میریزید پیش پیش میکنه، به سر گاهی اوقات جرقه هم ممکنه بزنه. میگه وقتی این اتفاق افتاد بهش چیکار کن؟ چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد. این چک چکی که از وجود برخیزه بهش بگو مرگ، درد، بمیر، صدا در نیار. میدونید تا شبت این دوزخ نفس تو سر. یعنی چی؟ یعنی ملامت کن، نفست میخواد مبارزه کنه، اون آتیش میخواد بر بگیره، آب افکار شیخ میاد روش، اینو میخواد خاموش کنه و این لوت میکنه، صدا میکنه. میگه بهش بگو که مرگ و درد، مقاومت کن، نذار این آتش دو مرتبه روشن شه، تا اینکه دوزخ نفس تو چی بشه؟ سر بشه بخونه. تا نسوزد او گلستان تو را، پوش نکند عدل و احسان تو. بعض از نسخه پس نوشته میگه که تا دوزخ نفس تو گلستانی رو که داره به وجود تو وارد میشه جهان کنه نسوزونه، آتیش نزنه و عدل احسان تو رو نابود نکنه. خب حالا دقت کن، یه سال شست آمد که در شست سال شست آمد که در شست تد کشد، راه دریا گیر تا یابی رشد. دقت کن مولانا این میگه 60 سال شده، حالا هم خطاب به خودش داره میگه، هم به اوریج ماهایی که سنمون بالاست به ما، چون گفتش که چی؟ سعی کن تو جوونی، تا جوون هستی مبارزه کن، یکم سنت میره بالا یکمی سختر میشه که با خلقیات زشتت بخواد مبارزه کن، چون مثل اون درختیه که ریشه کرده. میگه سال 60 آمد که در 60 تد کشد، راه دریاگی تا یابی رشد. آن که عاقل بود در دریا رسید، شد خلاص از دام و از آتش رهید. چون که بیده گشت و آن فرصت گذشت، مرده گرد و رو سوی دریا زدشت. ورنه در تابه شوی بریان بسی، این چنین هرگز کند بر خود کسی. حال آن سه ماهی و آن جویبار، گفته شد اینجا برای اعدام. این دو روزک را که روزد هست زود، زورت بله، این دو روزک را که زورت هست زود، پر افشانی بکن از راه جود. اینقدر تخمی که مندستت بکار، تا در آخر بینی آن را برگوار. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. میبینی یا دقیقه خب. اینجا این نکته که آقای ادیب گفت، که گفتش که باید تو آخر عمر تو تلاشتو بکنی، مولانا اینجا بود اشاره داره که بحثی نیست که حالا از جوانی این کار بکنی، خیلی بهتره زودتر همونطور که اخلاق زشت در انسان ملکه میشه، اتفاقا اخلاق خوبم در انسان چه ملکه میشه. این خیلی بهتره، شما با اخلاقهای پسندیده وقتی روشن میکنید
اساسا دیگه طرف اصلا دروغ گفتن براش سخت میشه، اساسا نامردی کردن براش سخت، اساسا جفا کردن، بد اخلاق بودن، بد زبان بودن براش سخت میشه، حتی اگه بخواد هم نمیتونه، عصبانی هم میشه. طرف میگه چرا بهش خوش ندیدی؟ میگه والله نمیدونم، زبونم بسته شده، نمیتونم، نمیتونستم جواب طرف رو بدم، برای که عادت نداره به بد بیرام بوده. ولی یه وقتا میبینید آدم های معمولی داری حرف میزنی تا بایش مثلا چیزی میگه آیا اون مردش اون مرده اینجوری گفت بابا چرا فوش میدی به مردم؟ من دیدی واقعا من تجربه کردم و دیدم اینا رو خوش داری حرف معمولی میزنی فلان چیشه فلان آره اون فلان شو اینجوری گفت. ای بابا چرا عادت کرده دیگه، این جزو ذاته شده، ماهوی ذاته شده. خب یه همچه آدمی در بین مردم محبوب نیست، حواستون هست؟ همچه آدمی محبوب نیست. حالا دقت کنید، اینجا مثال ستا ماهی رو میزن، داستان ستا ماهی رو که میدونید دیگه، ستا ماهی که تو اون برکه بودن و بعد صیادان اومدن و یکیشون خیلی عاقل بود، یکیشون نیمه عاقل بود، یکیشون احمق بود. مثلا اونی که عاقل بود تا دید که یه عده اومدن و اینجا و مثلا راجع به ماهی و ماهیگیری دارن صحبت میکنن که آقا اوضاع هوا پسه، من باید زودتر از اینجا برم. بنابراین تا اینا اومدن ماهی ها دیدن گفتن فردا میریم وسایلمونه میاریم، چقدر ماهی های چاق و چله اینجا هستن، میایم ماهی ها رو میگیریم. رفتن قلابشون رو بیارن، مثلا تورشون رو بیارن. اون یکی خیلی سریع خودش انداخت توی مسیر جوب و رفت. تو بگی و سوایی بودن بابا این حرف چیه کجا حالا شاید بیان شاید نه اصلا نمیان تازه بیان مگه میتونم ما رو بگیرم ما مثلا زرنگی. خب دیدن فردا اومدن تجربی اومدن و این چیزشون هم دام و بند وسطشون آوردن و ستاپ کردن. این ماهیه که نیمه عاقل بود گفتش که بهترین روش اون خودمان بزنم بمردن خوش داره بمردن اومد به آب. اینا نگاه کردن این ماهی مرده، گرفتن و یه بدی بیرایی هم بهش گفتن و فلان فلان شده و پرتش کردن روی زمین و یه توف هم مثلا روش کرد. تا رفتن حواسش اون ورتر اینا خودش رو پرواز انداخت داخل جوب آب و بالاخره به بدبختی نجات پیدا کرد با این رنجی که کشید. سومیه احمق بود، هی از این میاد از اون هم میاد، اون هم بی زحمت گرفتنش رو انداختن تو مایتا به سرخش کردن و خوردن مرد به همین سادگی. این دیگه که حواستون جمع باشه، اون جوانه بود که در از ایام جوانی کارش انجام داد، رها شد، دیر نیفتاد، تو دامم نیفتاد. دومیه میذاری یه مقداری میگذره، این خلقیات زشت و بد درش رشد میکنه، حالا باید زجر بکشه، پدرش در بیاد تا اینکه بتونه خودش نشاد. اون احمقا هم بی‌زحمت باقی میمونه و اسیر هواهای نفس و قصر رو بزن بشه. حالا دیگه وقت ما رو بگیر، من فقط یک دو تا نکته بهتون میگم. این داستان به اصطلاح آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذنون مصری رو میذارم برای جلسه آینده، چون مطالب فوق العاده زیبایی درش وجود داره. ولی یه مقدمه خدمتون هست و بعد وارد این بخش مقدمش گیریم. عرفا دو تا کار رو خیلی عقیده دارن در به اصطلاح سیر و سلوک بهش به اصطلاح عمل میکنن. یک جنون اختیاری، اصطلاحا هم بهش میگن جنون اختیاری، یعنی تعمدن خودشون رو به جنون میدن. حالا دلایلی داره بعدم بحثشون میکنیم، چون تو این داستان به اصطلاح زنون این قضیه میاد. یکی اینه جنونه، تعمدن خودشون به جنون میزن، دیوونه بازی در میاد. شما داستان بهلول رو شنیدید یا بهلول رو شنیدید؟ خب اون هم یه نوع جنون اختیاری داشت دیگه، دلایلی داشت، بلکه دیوونه نبود. و اما خیلی داستان خیلی قشنگی راجع به بهلول بعدا میشنویم که فوق العاده زیباست، بعدا براتون میگم. یکی اینه، یکی دیگه اطاعت از خودکامه. اطاعت از خودکامه، خودکامه یعنی چی؟ خودکامه یعنی کسی که زورگوه دیگه، جباره،
دیکتاتور، مخصوصا میرن خودشون رو در اختیار خودکامه قرار میدن، به عنوان کارگر، به عنوان مستخدم، به عنوان هرچی، که یه نفر بهشون زور بگه. مخصوصا این رو برای مبارزه با نفس و سرکوب کردن نفس سرکش خودشون الزامی میدونن، که در که اون داستان شیخ خرقانی رو، نه شیخ حسن، آره شیخ حسن خرقانی، درست، یه داستان شیخ حسن خرقانی رو براتون یه بار گفته بودم دیگه، حالا اینم کوچولو بگم. با اون که یکی از مریدا اومد پیش شیخ حسن خرقانی، شیخ حسن خرقانی تو چیز بود، به خرقان دیگه، خرقان بالای شاهروده، شما اگه تشبه برای شاهرود، یه 35 کیلومتر که به سمت شمال از شاهروده، نه به سمت مشهد، به سمت شرق، به سمت شمال، به سمت کوه میرید، چهل دختر، به اون سمت که میرید دست چپتون یه دهی هست به نام خرقان و شیخ حسن خرقانی مزارش اونجاست، که اون چیز معروف هم هست دیگه که نوشته من رفتم اینه اونجا خودم شخصا هم، هر کس بدین سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چه آنکه در پیشگاه خداوند به جانی بیارزد، در کلبه ما به نانی بیارزد. این هم شعاریست که اونجا نده. بله این مال شیخ حسن خرقانی. یکی از مریداش از مشهد پشد اومد، خب اونجا هم خیلی راه زیاد بود، با اسب و قاتل بودن، سختی بود، اومد رسید به سبب خرقان و رفت پرسش که شیخ کجاست خونش، گفتم اصلا اینجاست، رفت داخل اونجا در زد و حالا این مرید خودش رو شاگرد میدونه، خیلی در سطح مثلا تواضع بسیار زیاد، شیخ حسن به اصطلاح قطب عرفای زمانه، خیلی براش احترام قائل بود. بعد زن شیخ از مثلا پنجره سرجو کرد، بیرون گفت کیه چیه؟ گفتش که من مثلا فلانی آمدم حضرت اجل اکرم جناب قطب عالم امکان، حضرت جناب نمیدونم شیخ حسن خرقانی دامت افاظاتو، ایشون رو ملاقات کنم. چی بگی تو؟ حسن میخوای؟ از اون وقت چی میگه حسن میگی؟ گفتش آره جناب شیخ، چه یارو خودش خود دیوونه، تو هم از اون دیوونه تری، دامت افاظاتو، دامت افاظاتو، این حرفا چیه؟ یارو حالش خیلی چیز شد، گرفت، ناراحت شد، گفت خانم شما به شیخ ما اینجوری حرف میزنی؟ شانس آوردی که همسر شیخی، اگه دم دست من بودی نمیدونستم هم شیخی، من تو رو میکشتم. میگه حالا کتابی بی خود، چی میخوای حالا از حسن؟ که هیچی، من میخوام خدمتشون برستم، سوال دارم، گویی چه فرستادمش بره تو اون کوه مش هیزم میزنم بچینه برداره بیاره باشه برو دنبالش. دیرم بیچاره بقول حالا ما لبلوچه آویزون، بلند شد و رفت و اون آدرس گرفت کدوم کوه، رفت و دید که آره شیخ داره میاد. وقتی که دید شیخ داره میاد، با یه حیبتی شیخ داره میاد، چجوری؟ این قصه های نمادینه ها، میدونی اینا اصلا هیچ مبنای فکر کنی رفرنس داشته باشه بودم فلان داشته باشه، فقط تفصیله، تفصیل فقط چیه؟ فقط به صورت نمادین مبحث رو میخواد بیان کنه، پیام رو میخواد برسونه. دید که شیخ داره میاد سوار یه شیر با عظمت، بعد یه دونه مار گندم توی دستش، این ماره رو داره باش بازی میکنه و اونجوری میچرخونه و یه مش هیزم میزم هم بریده بسته به دنب شیر، خودش هم رو کول شیر نشسته، با شیر داره میاد و اون هم اینجوری تو دستش هم هیزم هم داره شیر بیچاره میکشه و همطور با هم داره. هی از اون دور که دید ترسید، بعد دوید رفت پشت یه سنگ چیز قایم شد، گفتش که از اون دور دازه، گفت جناب شیخ امان استاپ وایسا، من خدمت شما عرضی دارم. گفت بیا جلو بگم چی میخوای. گفتش نه آقا من میترسم، چی بیا جلو، اون شیری که زیر پای تو و این ماری که تو دستت، من جرئت نمی کنم بیام جلو. شیخ گفت خیلی خوب، اینا رو مرخص کرد، ما رو ول کرد و شیرم گفت برو و نگاه بیا اینا رو چی میخوای. اومد و گفتش که بله جناب شیخ، من از مریدان هستم و
از طرف مثلا یه هیئتی از چه میدونم اونایی که پیروان شما هستن در مشهد مثلا خدمتون رسیدم و مثلا سوال دارم فلان این حرفا سوالاشو کرد و اونم خیلی مثلا عالمانه و عارفانه پاسخهای خیلی عمیق و درستی به این دادی، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. گفت جناب شیخ بخیر یه مشکل من دارم. گفت چی؟ گفت شما با این همه کرامت و عظمت و بزرگی این خانم تو خیلی بد برخورد میکنه نسبت به شما. شیخ خندید گفت اگر شیخ جور زن نکشیده بود هرگز به این مقام نمیرسید. من تعمدن جور اینه دارم میکشم، این باعث شده که من به این مقام برسم. حالا اینم منباب تفنن گفتم که تو ذهنتون داشته باشید که میگن طرف خودشو در اختیار خود کامه مخصوصا قرار میده چون اینو برای خودشون لازم. بله ما همه هم هستم یه جوره یه لحظه اجازه بدید من این برنامه رو استاپ بکنم.